سلام دوستان، با آشپزخونه من خوش اومدین. امروز با هم میریم یه شیرینی ساده بدون قالب و بدون فرو آماده کنیم. پس میریم که شروع کنیم. برای این شیرینی ساده 150 گرم پودر قند الک شده رو توی ظرفی میریزم. 1/2 قاشق چایخوری پودر هل و 1/2 قاشق چایخوری وانیل بهش اضافه میکنم. مقدار 170 گرم روغن جامد به اون اضافه میکنم. میتونین از روغن صاف قنادی هم استفاده کنین، اما مقدار استفاده از روغن صاف قنادی مقداری بیشتره چون چربی اون کمتره. عزیزان، اگه تا حالا مشترک کانال من نشدین، لطفاً دکمه اشتراک یا همون سابسکرایب رو بزنین و زنگوله پهلوی اون رو هم بزنین تا شما اولین نفری باشین که ویدیوهای من براتون میاد. ببینین حالا یک کرم صاف خوب و یک دست داریم. دویست و پنجاه گرم آردی که از قبل الکش کردم روی اون اضافه میکنم. میتونین تا آخر با لیسک اونو مخلوط کنین یا اینکه لیسک رو کنار بذارین و با ورز دادن با دست کارتون رو راحت تر کنین. این خمیر شیرنی های سنتی ایرانیه، میتونین برای تمام شیرنی ها با تمام طعم ها از این خمیر استفاده کنین. یه خمیر راحت، خوب و خوشمزه. اما همینطور که گفتم، من امروز میخوام یه شیرینی ساده بدون قالب و بدون فر آموزش بدم. خمیر رو برای استراحت توی نایلون میذارم. یه ساعت استراحت کافیه تو فضای آشپزخونه. این خمیر به دلیل اینکه تخم مرغ نداره، میتونین اونو توی نایلون محکم بپیچین و در ظرفهای دربسته برای مدت 1-2 هفته داخل یخچال نگهداری کنین. حالا یه ساعت به خمیر استراحت دادم. بعد از استراحت از خمیر تکه‌هایی برمیدارم، اونا رو به شکل گلوله‌ای در آورده و بعد با دست به این شکل در میارم و بعد اونها رو روی کاغذ روغنی داخل تابه میذارم. میتونین روی اونها طرح بندازین یا به همین شکل ساده باشه. از هر وسیله‌ای برای طرح انداختن اونها میتونین استفاده کنین. برای تزیین اونها هم میتونین از انواع مرواریدهای خوراکی، انواع پودر و خلال مغزها استفاده کنین. من برای این شیرنی ها از مروارید شکلاتی و تخم خرفه، همینطور از پودر پسته استفاده کردم. بعد شعله پخش کن رو روی حرارت گذاشتم تا داغ بشه. حالا در تابه رو میذارم، حرارت رو کم میکنم و برای مدت 20 الی 25 دقیقه میذارم تا بپزه. الان 20 دقیقه گذشته و شیرنی ما به این شکل در اومده. 5 دقیقه دیگه هم میذارم بپزه تا شیرینیمون آماده بشه. بعد از 25 دقیقه شیرینیمون با حرارت کاملا کم پخت و آماده سرو شد. میتونین این شیرینی رو به جای اینکه داخل تابه بذارین، اونو توی فر هم بذارین با دمای 170 درجه سانتیگراد برای مدت 20 الی 25 دقیقه که اینجوری شیرینی آماده بشه و بتونین از اون استفاده کنین. اما هیچ فرقی با شیرینی تابه‌ای اون نداره. حتما نباید تابه دو رو باشه، میتونین از تابه‌های معمولی دردار هم استفاده کنین که ضخامت داشته باشن. دوستان، نوش جان و خدا نگهدارتون.